همراه هستیم با همکارم مراد ویسی و شکریا برادوز، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن. خوش آمد میگم بردوخان. بردوز، با شما شروع کنیم. حمله دیشب اسرائیل به جمهوری اسلامی را آیا میشه یه دور جدیدی از روابط دونست؟ به هر حال حمله بی سابقه بوده. مناسبات جمهوری اسلامی و اسرائیل وارد مدار جدیدی آیا شده؟ درسته، حمله بی سابقه بوده، چون که برای اولین بار بعد از جنگ ایران و عراق اینکه جنگنده های یک کشور برای جنگی علیه جمهوری اسلامی وارد خاک ایران میشن و این جنگنده ها، اسرائیلی‌ها میگن بیش از 100 تا جنگنده وارد آسمان ایران شده و این جنگنده ها بدون اینکه دچار هیچ مشکلی بشن اهداف خودشون رو زدن و همینطور که شما هم گفتید بدون هیچ مشکلی دوباره برگشتن به اسرائیل و این یک شکست بزرگ امنیتیه برای جمهوری اسلامی، چون که الان نه تنها در مقابل اسرائیل جمهوری اسلامی شکست رو خورد که پدافند هوایی جمهوری اسلامی هیچ عملیاتی انجام ندادن و این نشون میده که چقدر ضعیف از نظر پدافند هوایی رژیم و اینکه اسرائیل پدافندهای هوایی رو زده، بعدن مرکز پهباد و موشک ها رو زده، یعنی اون قدرت پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی رو برای یک مدت حالا بعد دید و منتظر موند برای نتیجه این حملات. اگر شدید بوده باشه بر این مراکز، یعنی برای طولانی مدت، اون توان جمهوری اسلامی رو فلج کرده و این مدت طولانی خواهد خواست که بتونه دوباره بازسازی کنه. و از طرف دیگر قضیه اینه که اولین بار اسرائیل داره قبول داره اعلام میکنه این حمله شو، متفاوت از تمام خب حملات قبلی اسرائیل در داخل خاک ایران که همیشه ادعا میشد که اسرائیل پشت این حملات است، اسرائیل قبول نمیکرد و اینکه در انجام این عملیاتی که اسرائیل انجام میداد سناریوهای متفاوتی وجود داشت، ما هیچ وقت جزئیات این حملات رو نمیدونستیم و سناریویی که وجود داره کدومش حقیقت داره و کدومش کاری که اسرائیل کرده همیشه مبهم میمون. مثلا مرگ هنیه آخرینشون بود که الان هم نمیدونیم دقیقا چگونه کشته شد، سناریوها و بحث های متفاوتی شد، ولی در این مورد انتظار داریم که اسرائیل در مورد این حمله‌ای که اولین بار داره عملیاتشو و انجام این عملیات رو علنا و رسما اعلام میکنه، نتایجش رو هم رسما اعلام بکنه و اینجا معلوم میشه که تا چه حدی تونسته در مقابل اون اهدافی رو که میخواست در ایران بزنه. و چیزی که وجود داره در منطقه با این عملیات اسرائیل در داخل خاک ایران با این حجم از جنگنده ها برای کشورهای منطقه هم یک پیامی داره و اینکه اون جمهوری اسلامی که به عنوان نیروی قدرتی بود که قدرت منطقه‌ای حساب میشد و یک کشور عربی برای سالها تحت اون فشارهای جمهوری اسلامی قرار داشتن از طریق شبه نظامیانش، الان دیدن که اسرائیل از خط قرمز جمهوری اسلامی عبور کرده و چیزی که الان از تهران میشنویم اینه که سعی و تلاش در پوشش لاپوشی و کم جلوه دادن این حملات هست و این خودش شکست به نظر من خیلی بزرگیه. آقای ویسی، هنوز جزئیات دقیقی از ابعاد حمله اسرائیل منتشر نشده، چه در اسرائیل و چه در ایران، ولی برآورد با توجه به گزارش هایی که به هر حال دو طرف از این حمله تا حالا دادن چیه؟ فکر میکنم یک حمله کلاسیک بود، نیرو هوایی اسرائیل با برتری انجامش داد. این نشون داد که هر کشوری اگر یک نیرو هوایی مدرن داشته باشه در زمان صلح، در زمان جنگ و درگیری میتونه بهش تکیه بکنه. نشون داد نیرو هوایی هنوز در جنگ ها تعیین کننده است. نشون داد که پدافند جمهوری اسلامی پدافند ضعیفیه. موقعی که 100 تا هواپیما میان، احتمالاً این هواپیما بمب‌افکن بودن، جنگنده بودن، فرمانده کنترل بوده، سوخرسان بوده و جمهوری اسلامی نمیتونه حتی یه دونه از این هواپیما ها رو سرنگون کنه، نشون میده پدافند جمهوری اسلامی در مقابل توان تهاجمی اسرائیل شکست خورده. در روزهای گذشته همه منتظر این رویارویی بودن، رویارویی بین پدافند جمهوری اسلامی و توان نیرو هوایی اسرائیل. به نظرم اینجا در این راند بازی به نفع اسرائیل شد. از اون طرف اسرائیل میگه که ما این اهداف رو از یک بانک گسترده اهداف انتخاب کردیم. معلوم میشه که اطلاعات رزمی و اطلاعات عملیات اسرائیل هم خوب کار کرده که تونسته این اطلاعات رو خوب گردآوری بکنه. مقایسه ای هم که ما داریم میکنیم بین اتاق عملیات اسرائیل با اتاق عملیات هفته 3-4 هفته پیش جمهوری اسلامی، اتاق عملیات اسرائیلی‌ها حرفه‌ای‌تر داره شد.
اتاق عملیات جمهوری اسلامی همه داد میزدن، فریاد میزدن، آخوند توش بود، یکی میگفت یه موشک دیگه رفت، خیلی احساساتی بود. ولی اتاق عملیات اسرائیلیا خیلی جمع جور بود، تمام مقامات سیاسی و نظامی بودن، نخست وزیر بود، رئیس اطلاعات داخلی شاباک بود، رئیس اطلاعات ارتش بود آمان، رئیس موساد بود اطلاعات خارجی، فرمانده کل ارتش بود و فرمانده نیروهوایی، و هیچ کس دخالت نمی کرد جز فرمانده نیروهوایی. یعنی در شرایطی که فرمانده کل ارتش اسرائیل اونجا بود اصلا دخالتی نمی کرد. تصاویر نشون میداد که عملیات رو داشت فرمانده نیروهوایی اداره می کرد، ولی فرمانده کل ارتش اونجا بود که اگه لازم باشه یک تصمیمی بگیرن بگیرن. وزیر دفاع اونجا بود اگه لازم شد یک اوکی بکنه یک کاری رو انجام بده. خیلی حرفه‌ای به نظرم اداره شد و این باعث تأسفم هست که جمهوری اسلامی مردم ایران رو دوباره در یک شرایط جنگی قرار داد. باعث تأسف جمهوری اسلامی کاری کرد ایران دوباره بعد از 36 سال بمباران بشه و این جنگ جنگ مردم ایران نبود، جنگ ایرانیا نبود، جنگ جمهوری اسلامی با اسرائیل بود. آخرین نکته هم که میتونم عرض بکنم اینه که در امروز شنبه 5 آبان 1403 جمهوری اسلامی دو تا شکست خورد. شکست کوچکتر رو از نیرو هوایی اسرائیل خورد. شکست بزرگتر رو از این لحاظ خورد که مردم ایران در شرایط جنگی پرسر حکومت نبودن و حکومت جمهوری اسلامی باید از خودش بپرسه چه اتفاقی افتاده که در شرایط جنگی مردم اسرائیل از ارتش و دولت رو حمایت میکنن ولی اکثریت مردم ایران از جمهوری اسلامی حمایت نمیکنن. دلیلش رو در سرکوب های مردم معترض در ایران باید دید. دلیلش رو در گشت ارشاد باید دید. دلیلش رو در فیلترینگ و اینترنت باید دید. دلیلش رو در اینی که این حکومت مقبول و مشروع نیست و دلیلش رو بر این باید دید که این حکومت کارآمد نیست. شکست بزرگتر جمهوری اسلامی این بود که مردم ایران امروز با حکومت نبودن. خانم برادوست، بررسی کردیم وضعیت خود حمله رو، یکم پا فراتر بذاریم. این حمله چه بازتاب و نتایجی در منطقه ملتهب داره فراتر از اون مناسبات جهانی بین حامیان اسرائیل و جمهوری اسلامی؟ اجازه بدید در مورد جنگ کلاسیک آقای ویسی گفتن من نظرم بدم. ببینید در مورد جنگ کلاسیکی که الان داریم میبینیم، خب بعد از جنگ روسیه علیه اوکراین موضوع جنگ کلاسیک و دوباره چوی جنگ ها مورد بحث قرار گرفت، ولی چیزی که الان در مورد اسرائیل و ایران داریم، چون که در مرز همدیگه نیستن و قدرت هوایی این کشور هاست که نشون میده که چه کشوری میتونه تا حدی برنده این مبارزه باشه، این جنگ باشه. و اینجا همونطور که آقای ویسی هم گفتن، قدرت هوایی اسرائیل نشون داد که واقعا و همیشه هم اینجوری بوده، اسرائیل قدرت برتر منطقه است. با اینکه کشور کوچیکیه، سایز اندازه یکی از استانهای ایران ممکنه باشه، ولی از نظر قدرت هوایی نشون داده که قدرت هوایی برتری داره و امشب دوباره ثابت کرد اون قدرت هوایی خودش رو، که در مقابل جمهوری اسلامی که قدرت هواییش ضعیفه، چه از نظر اینکه خب موشک و پهباد داره، خب نتیجه حملات موشک و پهبادی جمهوری اسلامی رو دیدیم، ولی از نظر جنگنده، از نظر اینکه پدافند هوایی جمهوری اسلامی در چه لولی هست و چطور میتونه دفاع کنه در مقابل قدرت هوایی اسرائیل، امشب نشون داد که پدافند هوایی جمهوری اسلامی فلجه. از نظر جنگنده ها و هواپیماهای جنگی جمهوری اسلامی هم میدونیم خب قدرتش ضعیفه به خاطر همون تحریم ها، به خاطر موضوعاتی که اقتصادی که جمهوری اسلامی مسبب اصلیشه. و اینجا نشون میده اگه بخوایم برآوردی نسبت به این دوتا کشور داشته باشیم که قدرت جنگ کلاسیکشون بیشتر از سر هوایی خواهد بود، هم حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل، هم حمله‌ای که امشب اسرائیل داشته، نشون میده که اسرائیل دست بالا رو داره. ولی در مورد سوال شما در مورد تغییرات منطقه‌ای، به نظر من چیزی که اینجا دارم میبینم، هنوز زوده که نتیجه کامل این حمله رو و ضرباتی که اسرائیل به جمهوری اسلامی رو داده رو اندازه گیری کنیم، ولی چیزی که الان میبینیم از طرف اسرائیلی اینه که به نظر من مذاکراتی که وجود داره، اسرائیلی‌ها
با کشورهای عربی دارن انجام میدن، احتمال این رو بالا میبره کشورهای عربی به اسرائیل نزدیکتر بشن. کشورهای مثل عربستان که دارن میبینن جمهوری اسلامی که شکست ناپذیر بود برای عربستان، با اسرائیل این چنین اسرائیل راحت جمهوری اسلامی رو تا این حد ضعف پایین میاره. و از طرف دیگری هم که گروه‌های شبه نظامی مثل حماس و حزب الله منتظر بودن که ببینن جنگ اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به چه مرحله‌ای وارد خواهد شد و منطقه به چه مرحله‌ای وارد خواهد شد، بعد از اون شاید مجبور نباشن با اسرائیل صلحی داشته باشن یا به مذاکرات وارد شن. ولی با هم پایان چیزی که اسرائیل هم کرده، پایان حملات اسرائیل به ایران و در این ساعت که جمهوری اسلامی تمام سعیشو داره میکنه که مجبور نشه جواب بده، به نظر من در آینده نزدیک شاهد این خواهیم بود که گروه شبه نظامی جمهوری اسلامی هم عقب خواهند کشید و اینجا کار راه رو برای یک توافق بین کشورهای عربی و اسرائیل راحت‌تر می‌کنه، چه در غزه و چه در لبنان، که در این صورت جمهوری اسلامی هم حماس و قدرت حماس که از دست رفته رو از دست میده و غزه وارد غزه زیر قدرت حماس نخواهد شد. و از طرف دیگه چیزی که در مورد لبنان می‌دونیم این که ارتش لبنان وارد مرزهای اسرائیل خواهد شد و اون قدرتی که از حزب الله خواهند گرفت. ولی در آینده آیا جمهوری اسلامی خواهد توانست این گروه‌ها رو دوباره قوی کنه؟ این زمان خیلی طولانی خواهد خواست که برای اینکه گروه ها دوباره قدرت بگیرن. ولی تا آیا 18 سال دیگر، 20 سال دیگر جمهوری اسلامی در قدرت خواهد بود و آیا حمله امشب اسرائیل در همین امشب محدود خواهد بود، اینجا جواب این خواهد بود که جمهوری اسلامی آیا توان دوباره به قدرت رساندن این گروه ها را خواهد داشت یا نه را میده. آقای ویسی، با توجه به اظهار نظرهایی که بوده و بازتاب حمله دیشب در رسانه‌های حکومتی، فکر می‌کنید چقدر احتمال داره جمهوری اسلامی به این حمله واکنش نشون بده؟ برخوردشون خیلی محتاطانه بوده، برای اینی که اگر شرایط طوری بود، چون در شرایط ضعف هستن، جواب ندن. دست خودشونو باز گذاشتن که این امکان براشون وجود داشته باشه که از زیر بار این حمله فرار بکنن. برخلاف گذشته که خیلی رجزخوانی میکردن، مثلا در فروردین ما که میگفتن اگه تکرار بشه میزنیم، الان تمام مقامات نظامی جمهوری اسلامی سکوت کردن. میخوان برن بررسی کنن، ببینن در چه شرایطی هستن. آیا اگر به اسرائیل جواب بدن و جنگ به شکل کامل تری پیش بره و جنگ مغلوبه بشه و شکست بخورن در جنگ، این نگرانی رو دارن که حکومت رو از دست بدن. خیلی از حکومت دیکتاتوری در اثر شکست در جنگ سرنگون شدن. جمهوری اسلامی به همین دلیل به نظرم خیلی داره محتاطانه برخورد میکنه، میخواد جلوه بده که خیلی من آسیب نخوردم. از این لحاظ میگه من آسیب نخوردم زیاد که مجبور نشه دوباره جواب بده به این. باید ببینیم ارزیابی نهایی مقامات جمهوری اسلامی از این حمله چیه. آیا میخوان جواب بدن و جنگ رو ببرن جلوتر یا نه، چون الان در شرایط ضعف هستن، میخوان بگن که ما یه حمله شده، پدافندمون نصف نیمه جواب داده و جواب نمیدیم. و چون در ایران رسانه مستقل وجود نداره و کسی نیست ازشون سوال کنه، هر کدوم از این دوتا تصمیم رو خامنه‌ای و سپاه بگیرن، در داخل جمهوری اسلامی میتونن اجراش کنن. اگه حمله نکنن توجیهش میکنن و اگرم حمله بکنن بازم توجیهش میکنن. سپاسگزارم از مهمانان برنامه، شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی، و همکارم مراد ویسی.